با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب رو میگوشاییم همانند همه شب با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک که به روال معمول مروری خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرهای منتشره در روزنامه های هر روز ایران در تلویزیون ایران فردا موج پایانی رقابت ها میان عارف و لاریجانی بر سر کرسی ریاست مجلس با تلقی دو آموزه رفاقت و رقابت در عمده روزنامه امروز همینطور مباحث اقتصادی با اعلام تکرقمی شدن تورم در ایران همزمان با بروز و ظهور علائم منفی در پی تورم منفی در کشور تازه از تحقیق و تفحص از فساد مالی سازمان یافته در نهاد بنیاد شهید ایران با فرمان فعلا کشش ندهید باستاب سخنان حسن خمینی تنها یک روز پس از عدم شرکت این فقیه جوان در روز افتتاح مجلس کهن خبرگان رهبری تشدید بحران های زیست محیطی ایران با هشدار به خشکی دریاچه میانکاله گلستان و بروز دریاچه ارومیه دوم در کشور و در عرصه منطقه ای کماکان پیشروی ارتش عراق برای آزادی فلوجه و بالاخره در عرصه فرامنطقه ای باستاب بروز نارامی های پیش در کمپین های انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان آمریکا با زد و خورد مخالفین ترامپ و هواداران این نامزد جنجالی آمریکا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه ششم خرداد ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروح اهم مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا خاصه بینندگان همار همراه برنامه شامگاهی صفحه یک قبل از بررسی و کنکاش بر روزنامه های امروز تهران نخست نگاهی بسیار کوتاه خواهم داشت بر یکی دو خبر کوتاه که شرح تکمیلی آن از سوی همکارانم در گروه آن سوی خبر به آگاهی شما خواهد رسید نخست نخستین توافق میان دو کشور ایران و عربستان پس از مدتها تنشهای دیپلماتیک حول حج و اعزام زائران ایرانی به عربستان در پی سفر هیئتی از سازمان حج و زیارت ایران به جده برای گفتگو در مورد مراسم حج امسال یک مقام سعودی این مذاکرات رو مثبت خواند حسین شریف معاون وزیر حج عربستان سعودی گفت که در جریان مذاکره با هیئت ایرانی موضوعات مختلفی مطرح شده و به گفته ایشان تا کنون دو طرف توافق کرده که حجاج ایرانی از روادید الکترونیکی قابل چاپ نیز استفاده کنند معاون وزیر حج عربستان تأکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه دارد و در پایان این گفتگوها توافق نهایی امضا خواهد شد در پی حمله به اماکن دیپلماتیک کشور پادشاهی عربستان سعودی در تهران و مشهد همان گونه که آگاهید عربستان روابط خود با ایران را به طور یک جانب قطع کرد و مقام های جمهوری اسلامی نیز پیشتر گفته بودند شرایط برای انجام حج تمتع امسال آماده نیست خبرها رو با یک خبر دیگه در حوزه حقوق بشر ادامه میدهم بالاخره مرخصی حسین کوکبی نخبه فیزیک ایران از زندان به منزل که موجی از شادی رو بر دل کنشگران حقوق بشر نشاند بر اساس گزارش های منتشر امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه آستین تگزاس با وسیقه 500 میلیون تومانی برای دو هفته به مرخصی درمانی آمد یا به تبیر آنها استعلاجی آمد امید کوکبی که بیش از پنج سال بدون مرخصی در اوین تهران بود اول اردیبهشت بهشت به دلیل بیماری سرطان پیشرفته یکی از کلیه های خود رو از دست داد. مشروح خبرها رو همکارانم به آگاهی شما خواهند رساند و تا های دیگر باز میگردیم به کابشی بر مطبوعات امروز ایران تا آنگاه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهم گشت درودی مجدد بر شما بینندگان عزیز ایران فردا برنامه امشب رو با بررسی مطبوعات امروز پی میگیرم همان گونه که در صدر بررسی موضوعات نیز اشاره کرده بودیم بیانیه پایانی اعضای خبرگان و تاکید بر پرهیز از اجرای برجام دوسه که پیشتر از سوی روحانی برای برون رفت معضلات ایران به مسابه یک مدل کاری الگو و یا نقشه راه پیشنهاد شده بود باستا به گستردهی در بسیاری از روزنامه های امروز داشت تنها یک روز پس از انتصاب جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری گویی یا حملات هدفمند علیه طیف میان روها به هاشمی و روحانی شروع شده باشد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انتخاب جنتی به طور هدفمند و سازماندهی شده در راستای خاص شخص رهبری ایران بود تا موازنه احتمالی به نفع تیم هاشمی در خبرگان رو برهم بزنند و یا حس پیروزی هاشمی رو برای دورخیز آتی در راستای نظارت بر عملکرد رهبری رو بشکنند و کنترل کنند در هر روی در این میان برخی از روزنامه های امروز موضوع اصلی و اول شماره خود رو به این مقوله اختصاص دادند در این میان روزنامه شرق با اشاره به اولین بیانیه خبرگان رهبری با ریاست جنتی بر این موضوع اشاره کرد و نوشت باید از برجام دو و سه پرهیز کرد لازم به توضیح می بینم که با آگاهی همیهنان عزیز برسانم که عبارت برجام دو و سه عبارتی نسبتاً تمسخرآمیز است که شخص خامنی علیه پیشنهاد روحانی برای حل برخی از مشکلات داخلی ایران در واقع به نوعی موضع گرفته بود که برجام یک و برجام دو نخواهیم داشت و در واقع لحن نیشخند و تن آمیز خامنه ای بود به پیشنهاد روحانی که در نخستین نشست خبرگان جدید در واقع نسبت به این موضوع موضع گرفتن که خواستن همسویشون رو با منویات خامنه بیشتر نشون بدن ادامه میدم با دیگر روزنامه روزنامه آرمان تمام موضوعات اصلی شماره امروز رو به رقابت های پیدا و پنهان لاریجانی و عارف حول دستیابی کرسی ریاست مجلس اختصاص داد در این میان لاریجانی با اشاره به انتخاب رئیس مجلس دهم ده تا حدودی خونسرد و آرام گفت که یکی دو روز صبر کنید مسئله حل می شود ایشان در گزارش منتشر مدعی شد که با عارف رفیقیم اما درباره ریاست مجلس گفتگویی نداشتیم که بیشتر به زمه بنده نشانگر آن است که محتملا جای ایشان به عنوان رئیس مجلسی گرم است و در این خصوص گفتگویی هم نخواهد داشت این در حالی است که در ستون دیگر آرمان ضمن که به نقل از عبدالله ناصری از مردان منتصب به جبهه اصلاحات از جزئیات دیدار عارف و روحانی میخواندیم که در پشت پرده اصلاح طلبان پیشنهادهایی به لاریجانی داده اند اما عارف گفته بود که کنار نمیکشم و وظیفه حضور جدی در انتخابات ریاست مجلس است در بخش از این گزارش به نقل از آقای ناصری همچنان به جزئی... از جزئیات پیغام های اصلاح طلبان به آقای لاریجانی میخواندیم که اصلاح طلبان به لاریجانی پیشنهاد گفتگو و مذاکره دادند و از ایشان خواستند برای جلوگیری از تشتت و دودستگی دستگی برخی از مسئولیت های مجلس تقسیم بندی شود با این وجود هیچ چراغ سبزی گویی یا به اصلاح طلبان نشان ندادند و با پیشنهادهای اصلاح طلبان حتی مخالفت کردند تنها یک درخواست از اصلاح طلبان داشتند و آن نیز این بود که عارف خود را کاندیدای ریاست مجلس نکند و اصلاح طلبان با گزینه های دیگری که توانایی رقابت با لاریجانی را نداشته باشد در رقابت انتخاب رئیس مجلس مشارکت کنند هم تحمیق هم تغییر و هم تخریب نهایی هدف جناه راست هستش ورق میزنیم و ادامه میدهیم با روزنامه های دیگر البته شاید با مضمون و موضوعاتی تا حدودی همسان و نسبتا مشابه پیام واحد لاریجانی و عارف موضوع اصلی اعتماد بود گویا روزنامه های کمپ اصلاح طلبان نظر به شکننده بودن وضعیت سیاسیشان در سپهر سیاست رقابت کشور ایران بسیار با احتیاط کار می کنند و حتی در انتشار یادداشت های تحلیلی و چیدمان واژگان مدارای مورد اشاره رو ملاحظه می کنند و این مدارا مشهود است تا حدودی هم تأکید بر رفاقت ها دارند و هم به کرسی ریاست برای عارف دل بستن علا بنابر گزارش اعتماد دو کاندیدای ریاست بر رقابت خود در عین رفاقت تاکید کرده اند و میان روی رو خط مش مجلس دانستند در همین حال در ابتدای این گزارش نیز اشاره شده بود که علی لاریجانی هنوز هم پدیده است که می تواند تیف های سیاسی رو در آن واحد نسبت به خود ناامید و یا امیدوار کند مثل همین نشست خبری دیروزش وقتی از لیست امید اعلام براعت کرد قند در دل اصولگرایان آب شد و وقتی راجب مسئله مینو خالقی و مذاکرات هسته سخن گفت لبخند بر لبان اصلاح طلبان و هواداران دولت نقش میبست به نوشته این گزارش لاریجانی در آخرین نشست خبری خود به عنوان رئیس مجلس نهم طوری سخن گفت که هم رقابتش با اصلاح طلبان را تثبیت کرد و هم برای اصولگرایان به عنوان یک گزینه ناگزیر ظاهر شد و اما روزنامه قانون تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز رو با ترسیم کاریکاتورگونی ای از اعضای اصلی مجلس که در دسوی چپ و راست صندلی خالی رئیس احتمالی مجلس آتی نشستند به ترکیب چیدمانی احتمالی لایه های همگرا و یا ناهمسوی مجلس در انتخاب رئیس آتی اشاره تحلیلی داشت یمین و یسار آقای رئیس عنوان اصلی صفحه یک قانون بود که به گذینه های احتمالی برای هیئت رئیسه بهارستان پرداخت قانون در این گزارش ضمن اشاره به این نکته که مهمترین موضوع در مجلس دهم ده ترکیب هیئت رئیس است اما این روزها فکرها مشغول تعیین رئیس شد نتیجه گرفت که بازیگران دیگر هیئت رئیسه نیز به اندازه شخص رئیس اهمیت بالایی دارند به ویژه در این دوره که اندام جریان تنروهای مجلس به شدت لاغر شده و به دنبال موقعیتی هستند تا بتوانند گزینه از خودشون رو در میان هیئت رئیس جا کنند از این رو به نظر گروه سیاسی قانون اگر تندروها بتوانند گزینه های خود یا هم فکران خود رو در هیئت رئیس بنشانند نوعی خطر و تهدید برای جریان اعتدالگرا محسوب می شوند علاوه بر گزینه های مطرح در رسانه ها گزینه های نیز در محافل خصوصی اصلاح طلبان و اصولگرایان به عنوان گزینه های یازده سندلی منهای رئیس مطرح می شود که بر ترکیب هیئت رئیسه در واقع تأکید اکید داشت از بهارستان و مجلس کمی فاصله می گیریم و نقطه دورتر به عربستان می رویم که بوی مفاهمه و آشتی حول حج زائران ایرانی نشانه از کاهش تنش های آتی در روابط این دو کشور همسایه و مسلمان منطقی بر مشام تحلیلگران آمد. در این میان روزنامه های ایران هنوز همراه با سیاست کلی حاکم در تهران به نوعی سعودی ستیزی مشغولند و جالب که در این زمینه روزنامه های دو طیف حاکمیت نوعی همسویی دارند و یا ملزم به دنبال روی سیاست های کلی ترسیمی نظام هستند در این میان سید حسن موسوی رئیس مرکز مطالعه خاور میانه در یادداشت اصلی شرق با عنوان عربستان در مسیر تقابل ای معتقد بود که سیاست خارجی عربستان از آغاز روی کار آمدن ملک سلمان دستخوش تغییرات راهبردی شده است این تغییرات رو به زعم وی در یک جمله میتوان به این شکل توصیف کرد که ریاض به سرعت از راهبرد تعامل بر پایه نفوذ معنوی روی همپیمانان محلی، منطقی و بین المللی به راهبرد تقابل بر پایه اعمال قدرت تغییر مسیر داده است در حالی که این گونه نیست ریاض اتفاقا بالاتر میزان تعامل با کشورهای مسلمان منطقه داشت که حالا تصاویرش رو میبینید که در ترکیه هم با چه میزان مهری مواجه شد نویسنده این با احتمال پیوستار سیاست کلی عربستان در دوره قبلی نوشت این پرسش در همین دوره کوتاه روی کار آمدن ملک سلمان از سوی بسیاری از ناظران و کارشناسان امور عربستان مطرح شده که آیا این تغییر ناگهانی به دلیل تغییر کادر فوقانی قدرت پس از درگذشته ملک عبدالله صورت گرفته یا اینکه آن کشور در دوره قبل از روی کار ملک سلمان نیز آماده این تحول بوده و راهبرد دوره ملک عبدالله امکان تداوم نداشت نویسنده با طرح دو فرضیه از سوی کارشناسان که فرضیه که اشاره کردم این گونه نتیجه گرفت و تحلیل کرد که کارشناسان معتقدند این تغییر راهبرد سعودی ناشی از تغییر کادر فوقانی قدرت آن هم در سطح پادشاه بوده به ساختار سنتی قدرت در این کشور یعنی ساختار پادشاه محور ارجا دهند و ساختار شخصیتی تربیتی و پیشینه پادشاه رو در روی کردها و سیاست این کشور مؤثر و تعیین کننده تلقی می کنند. در گزاره دوم همین روزنامه به تحلیل نشسته گفت که در مقابل آنها که تغییرات راهبردی اخیر سعودی رو به دوره قبل از روی کار آمدن ملک سلمان ارجام میدهند دلایل اصلیشان ناکامی عربستان در سیاستهای منطقه‌ای به ویژه از دوره اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003 به بعد و به طور کلی رادیکالیزه شدن اوضاع اجتماعی در جهان عرب و قدرت گرفتن اسلامگرایی جهادی تکویری است این کارشناس میگوید ساختار امنیتی یک کشور نمی‌تواند یک شبه از یک فاز آرام به فازی به شدت نارام منتقل شود که اشاره داشت یعنی این بردم راهبردی بوده و از زمان پادشاه پیشین در واقع تنظیم شد در این راستا روزنامه های تنروی نزدیک به نهاد رهبری ایران که عمدتا خواهان افزایش تنش با کشورهای همسایه و منطقه‌ای هستند هنوز مرکب توافق حج حجاج ایرانی خشک نشده شروع کردن به حمله و حجم از جمله روزنامه رادیکال سیاست روز در گزارشی با عنوان حل مسئله حجاج یا فریب افکار عمومی با جملاتی تهدیدآمیز و هشداری کوشید مسیر رو غیرقابل قابل حل نشان دهد و هشدار داد که تمتع امسال فقط با قبول شروط ایران انجام می شود ادامه میده هم با سایر مطالب برگزیده در برنامه امشب از جمله موضوعاتی که بعضی از روزنامه های امروز به انعکاس آن پرداختند همانا ماجره های مستمر فسادهای سازماندهی شده یا عهد احمدی نژادی است که گویا حسب گزارش روزنامه ها دست در کار است تا این دولت مرد جنجالی مورد حمایت تمام قد خامنه ای از تعقیب و جذاب و محاکمه احتمالی ایمن بماند در این راستا روزنامه آفتاب یزد که گزارش اصلی شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داده بود فقط با عنوان هیس در این مورد سوال نکنید به واکنش برخی از نمایندگان کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس اشاره کرد که مسئولینی زینوفوز دستور هیس میدهند که البته یادآور فرمان خامنه ای است که دستور داده بود دیگر اینقدر مسائل مالی رو کشش ندهید که عملا و علنا همراهی و چراغ سبز و پشتیبانی از محمود احمدی نژاد تلقی شد در هر روی پس از آفتاب از روزنامه اعتماد نیز در گزارشی از بینتیجه ماندن استعلام های پرونده محمود احمدی نژاد نکات تازه‌ای منتشر کرده بود بر اساس گزارش منتشره در روزنامه های مختلف محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری گفت که مدت هاست که استعلاماتی رو از سوی نهادها و دستگاه های مختلف خواسته ایم که تاکنون حتی یک نهاد هم این استعلامات را جواب نداده است افتخاری پیشتر نیز گفته بود که پرونده احمدی نژاد در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده نیز همین استعلام هاست و ارتباطی به سمت آقای احمدی نژاد ندارد مقامات قوه قضایی ایران در حالی از محمود احمدی نژاد به عنوان متهم نام میبرند که ایشان به عنوان رئیس جمهوری سابق همچنان به جلسات رسمی دعوت می شود که نمونه آخرش هم دیروز ما دیدیم در برنامه خبرگان افتتاح خبرگان حضور داشت همه اینها هم در حالی است که علی متحری نماینده تهران در مجلس در واکنش به احتمال حضور مجدد احمدی نژاد در عرصه سیاست و نامزد شدنش در انتخاب ریاست جمهوری سال 96 گفته بود که او پیش از نامزد شدن بایستی محاکمه شود و بالاخره در وقت باقی مانده مباحث اقتصادی و اظهارات طیبی نیا وزیر اقتصاد کابینه روحانی همچنین باستاب گستردهی در رسانه های تهران داشت روزنامه های دست راستی و افراطی و منتقد دولت که عموما با گزیده ای از سخنان لاریجانی مشکلات اقتصادی رو برجسته کردند. در میان روزنامه های اقتصادی از کاهش بی سابقه تورم در چهل سال اخیر در ایران خبر دادند بر اساس گزارش بیشین روزنامه های اقتصادی ایران وزیر اقتصاد علی طیب نیا با اشاره به تحریم های اقتصادی ایران و بیان اینکه بایستی از تجربه دوران تحریم درس بگیریم گفته بود ما از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده ایم که بیماری عمده اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما رو تحت تأثیر قرار می‌دهد وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال 95 بسیار تعیین کننده در آینده اقتصاد ایران است گفت در سی و چند سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ما حدود 3 درصد و در ده سال اخیر که اشاره داره به دوره احمدی نژاد با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه چهل شمسی ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و 20 درصد را تجربه کردیم زمان مدیریت سیاسی پهلوی که اشاره آشکار و اذعان تازه‌ای بود از سوی مسئول دیگر از شکوفایی اقتصادی در سالهای پیش از انقلاب که هر روز دفتر تازه ای از شکوفایی و رشد آن ایام در عهد پادشاهی پهلوی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی مطرح می شود و به زبان می آید و اعتراف می گردد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله آن سوی خبر که بلافاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر یک که شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگروار، با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود